تقریبا همه زندگیش در جنگ گذشت. با سلسله جورچنها که بر شمال چین حکومت می‌کردند جنگید. شهرهای آنان را غارت و مردمانشان را بیرحمانه قتل عام می‌کرد. به قلمرو دولت خوارزمشاهی هم که ایران امروز ما بخشی از آن بود، یورش برد و سلطان محمد خوارزمشاه را مغلوب و متواری کرد. به گیرنده هاتون دست نزنید و این برنامه از آژیر قرمز رو دنبال کنید. قبل از ادامه از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله بزنید. طبق افسانه ها و روایت های خود مغول که به منابع دیگر هم راه یافته است، در سالی نامعلوم شاید حوالی 1150 میلادی با لخته خون در مشت دست راستش متولد شد و یکی از دشمن های آن منطقه چنین تولدی را نشانه آینده درخشان به جنگاوری و بزرگی نوزاد تفسیر کرد. هرچند پدرش را که رئیس قبیله بود همان سالهای کودکی از دست داد و آوارگی و اسارت و همنشینی با مرگ را هم تجربه کرد، زندگیش حداقل تا اوایل جوانی تفاوت زیادی با زندگی دیگر اعضای قبایل صحراگرد حوالی رود اونون شمال مغولستان کنونی نداشت. جهاز زنش را که پوست سمور سیاه بود و گویا در فرهنگ آن قوم کالایی بسیار با ارزش محسوب می‌شد، به رئیس یکی از قبایل همجوار هدیه داد و آن را خرج اتحادی سیاسی کرد. قبیله‌ای را که بعد از مرگ پدرش به ضعف و تجزیه افتاده بود، دوباره متحد و نیرومند کرد. رفته رفته قبایل و طوایف نزدیک را نیز گاهی به جنگ و گاهی به صلح به اطاعت خود کشید. سال 1183 رؤسای همین قبایل شورایی تشکیل دادند و در آنجا بود که تموچین را چنگیز خان به فارسی خان خانها نامیدند. طبق سنت خودشان قسم یاد کردند که در جنگ مطیعش باشند، در صلح همراهش بمانند و زنان زیبا و اسبان تیزروی دشمن را برایش به غنیمت بگیرند. چنگیز خان بعد از آن با پشتیبانی همین اتحادیه قبایل با قبایل بزرگتر درگیر شد و اتحادیه های دیگر را یکی بعد از دیگری فرو شکست و قدرت و وحشت خودش را به سراسر آن دشت پهناور گسترد. تشکیلاتی کارآمد و در چارچوب جوامع بدوی پیشرفته ایجاد و برای هر کدام از قبایل تابع و اعضای اتحادیه وظیفه‌ای معین کرد. تموچن تقریبا از همه مغول‌ها قد بلندتر، تنومندتر و با چشمان نافذه کشیده و صورت پهن ظاهری مهیب داشت و به تجربه آموخته بود که دوام رشته دوستی و اتحاد به علل و عوامل زیادی وابسته است و احتمال پارگی آن همیشه وجود دارد. انتقام‌جو و سخت‌کوش بود، اما همیشه حتی در اوج خشم هم خونسرد آرام به نظر می رسید. در کشتار و تخریب مردد و سست نمی شد، اما شهرهایی را که بی جنگ تسلیم می شدند ویران نمی کرد. از اهالی باجی سنگین می گرفت و آنان را به تهیه آذوقه و اسب مجبور می کرد. درباره همه چیز خودش شخصا تصمیم می گرفت و حرف آخر را می زد، اما در هر کاری با اهل فن به مشورت می نشست و درباره چیزهایی که نمی دانست چندان لجاجتی از خود نشان نمی داد. مجموعه قوانینی که وضع کرده بود یاسا خوانده می شد و مجموعه پند و اندرزهایش را هم بیلیق می نامیدند. این دو کتاب تا چند نسل میان مغولان تقدس داشت، با تکیه به آنها بر مردم امپراتوری حکومت می کردند. اما این میراث او حداقل در غرب امپراتوری دوام نیافت و در فرهنگ برتر جهان اسلام بی اعتبار و محو شد و حتی خود مغولان نیز آنها را کنار گذاشتند. او در نزدیک زادگاهش زیر کوه برخان قلدون که مغولها محل وصلت نیاکان توتمی خودشان یعنی گرگ نر آبی و گوزن ماده بی تحرک می شناختند دفن کردند. هرچند خود قبر را از همه پنهان نگه داشتند و از این رو امروز کسی نمی داند که قبر چنگیز خان دقیقا کجاست. در سال 597 خورشیدی سلطان محمد خوارزمشاه با 3 نفر از سفیران چنگیز خان رهبر امپراتوری مغول دیدار کرد. فرستاده ها هدایای بسیار ارزشمند پیشکش کرد و مهمتر از همه پیشنهاد معاهده بین دو قدرت را دادند که امکان باز شدن جاده پرمنفعت ابریشم را برای چین و اروپا فراهم کند. امپراتوری خوارزمشاه بسیار گسترده بود و ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان امروزی را در بر می گرفت. پایتخت پادشاهی سمرقند ثروتی افسانه‌ای داشت که نمادی از قدرت پادشاه بود و تجارت پر رونق جاده ابریشم به ثروت خوارزمشاه می افزود. از آنجا که هدف مغول‌ها مشخص بود، شاه نیز در این تجارت شریک شد و معاهده را امضا کرد. چند ماه بعد کاروانی از تاجران مغول به شهر اوترار در شمال شرقی امپراتوری با هدف خرید وسایل تجملاتی برای دربار مغول وارد شد. فرمانده اوترار به حضور جاسوسان در کاروان شک کرد، آنها را کشت و تمامی کالاهایی را که خریداری کرده بودند تصاحب کرد. با شنیدن این سرپیچی از معاهده
و حتی حرمت به کاروان، چنگیز خان سفیری را به همراه دو سرباز فرستاد تا مراتب عذرخواهی شاه را بشنود و یادآوری کند که طبق معاهده بین دو امپراتوری آنها از این تجارت سودی یکسان می‌برند. پادشاه سر سفیران را جدا کرد و برای چنگیز خان فرستاد که البته دیگر به معنای جنگ بود. شاه نترسید. ارتش او شامل 400 هزار نفر از سوار نظام ورزیده و دست کم دو برابر تعداد نفرات دشمن بود. شاه از شکست دادن مغولان مطمئن بود و تصور می‌کرد آنها به قسمت ماوراءالنهر تا قسمت شرقی پادشاهی حمله کنند. ماوراءالنهر سرزمینی به پهنای 800 کیلومتر است که از شرق به رود سیحون و از غرب به رود جیحون احاطه می‌شود که از شمال به کبیر پهناور قزلقم منتهی می‌گردد و دو شهر مهم پادشاهی یعنی سمرقند و بخارا را در خود جای داده بود. شاه تصمیم گرفت که یک کمربند محافظتی در کنار رودخانه سیحون مستقر کند، یعنی جایی که مغول‌ها برای حمله به پایتخت مجبور به عبور از آن بودند. آنها نمی‌توانستند از بخش شمالی عبور کنند زیرا کبیر پهناور صعب العبور در مسیرشان قرار داشت و در جنوب هم موانع طبیعی کوهستانی مانع عبور از آن می‌شد. او با استقرار ارتش خود در ماوراءالنهر موقعیت دفاعی رسوخ‌ناپذیری داشت و برتری نیروهایش نسبت به سربازان دشمن قابل توجه بود. از این رو منتظر ورود مغول‌ها بود تا آنها را در هم شکنند. در تابستان 598 خورشیدی دیدبان گزارش داد که مغول‌ها از مسیر جنوبی سیحون و از راه در فرقانه نزدیک می‌شوند. شاه یک نیروی بزرگ به فرماندهی فرزندش جلال‌الدین برای نابودی دشمن فرستاد. مغول‌ها پس از نبردی شدید عقب نشینی کردند و جلال‌الدین به پدرش گزارش داد که ارتش مغول برخلاف آوازش چندان ترسناک نیست. سربازانشان ضعیف و رنگ پریده و اسبهایشان لاغر و رنجور بودند و به نظر می‌رسد هیچ کدام اشتیاقی به ادامه جنگ ندارند. به اعتقاد شاه مغول‌ها توانایی مقابله با ارتش او را نداشتند. در نتیجه سربازان بیشتری را در انتهای جنوبی کمربند قرار داد و منتظر ماند. چند ماه بعد یک گردان مغول به شهر اوترار شبیخون زده و فرماندار را دستگیر کردند. همان مردی که به بازرگانان مغول حتی حرمت کرده بود، او را کشتند و نقره مذاب در چشم و گوشش ریختند. شاه از راهی غیرمنتظره سربازان را به سوی شمال تغییر مسیر داد. به زعم او شاید مغول‌ها سریع حرکت کنند ولی نخواهند توانست بر یک ارتش قوی با نفرات بسیار چیره شوند. با وجود این اندکی بعد دو ارتش مغول از جنوب اوترار به موازات سیحون عبور کردند. یکی از ارتش‌ها به فرماندهی جوهی خان به شهرهای مهم در امتداد رودخانه حمله کرد، در حالی که ارتش دیگری به فرماندهی جبه نویان در جنوب ناپدید شد. ارتش جوجی خان مانند ملخ به تپه‌ها و دشت‌های نزدیک رودخانه هجوم آوردند. شاه بخش بزرگی از ارتش خود را به رودخانه منتقل و نیروهای ذخیره خود را در سمرقند حفظ کرد. ارتش جوجی خان نسبتاً کوچک بود، در حدود 20,000 سرباز، با این حال بسیار تهاجمی بود و یکی پس از دیگری بدون هشدار قلعه ها را سوزانده و ویرانی به بار می آوردند. با این آزار و اذیت های فرسایشی نیروهای شاه بیش از پیش خسته می شدند. اینک به طور ناگهانی ارتشی که به فرماندهی جبه نویان در جنوب ناپدید شده بود از شمال غرب به سمت ماوراءالنهر سرازیر شد. شاه آخرین نیروهای کمکی خود را که ارتشی با 50,000 سرباز بود به جنگ با جبه نویان فرستاد. شاه چندان هم نگران نبود زیرا مردمانش برتری خود را در نبرد در فرقانه اثبات کرده بودند. اما این بار شرایط متفاوت بود. مغول‌ها سلاح‌های عجیب و غریبی داشتند. تیرهای آغشته به قیر گداخته که پشت سرشان دود بلند می‌کرد و سواران سبک و سریع که رعداسا می‌تاختند خطوط ارتش شاه را می‌شکافتند و راه را برای سوار نظام مسلح می‌گشودند. عرابه‌ها در پس و پیش خطوط مغول‌ها به سرعت حرکت می‌کردند و تجهیزات به آنها می‌رساند. سرانجام ارتش جبه نویان نیروهای شاه را نابود کرد. شاه تنها یک راه داشت: عقب‌نشینی و بازسازی تدریجی ارتش. او شروع به آماده‌سازی کرد، اما در این میان اتفاق باور نکردنی افتاد. یک ارتش به فرماندهی چنگیز خان ناگهان بیرون دروازه‌های شهر بخارا واقع در غرب سمرقند اردو زدند. آنها از کجا آمده بودند؟ آنها نمی‌توانستند از کبیر قزلقم در شمال عبور کرده باشند. ظاهراً از کبیر گذشته بودند ولی غیر ممکن بود مگر اینکه شیطان آنها را جادو کرده باشد. بخارا خیلی زود سقوط کرد و چند روز بعد سمرقند تسلیم شد. سربازان فرار کردند و فرماندهان نگران بودند. شاه بیمناک برای زندگیش با تعداد انگشت شماری از سربازان فرار کرد و مغول‌ها سرسختانه او را تعقیب کردند. چند ماه بعد در جزیره کوچک در دریای خزر تنها کسی که جان سالم به در برده بود با لباس ژنده غذا گدایی می‌کرد. او کسی نبود جز حاکم پیشین ثروتمندترین امپراتوری شرق که سرانجام از بیماری و گرسنگی درگذشت.